اتفاق گفتده اینه که این روزهای مجلس و نمایندگان است. هم از استیضاح وزرا میگویند و هم از احضار احمدی نژاد برای طرح سوال از رئیس جمهوری. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تایید کرده که طرح استیضاح صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی ارائه شده. همزمان نمایندگان هشدار دادند که برای استیضاح وزیر اقتصاد و وزیر صنعت و معدن آماده‌اند. در قالب برنامه بنده آوردم که روی هفته پیش استیضاح وزیر ورزش و جوانان به این بهانه که کشور درگیر مشکلات اقتصادی است منتفی شد. به نظر می‌رسد بیشتر از اینکه نمایندگان در استیضاح جدی باشند، قصد دارند به دولت هشدار دهند، چون اعضای هیئت رئیسه مجلس به روشنی گفتند چندان با استیضاح در ماه‌های آخر کار دولت موافق نیستند. هرچقدر مجلس در استیضاح وزرا جدی نیست، در احضار احمدی نژاد جدی است. طرح سوال از رئیس جمهوری با 102 امضا به کمیسیون تخصصی رفته. اگر احمدی نژاد یا نماینده او اعضای کمیسیون را قانع نکنند، حدود یک ماه دیگر رئیس جمهوری ایران برای دومین بار در یک سال اخیر برای پاسخ به نمایندگان باید به مجلس بیاید. بالاخره آخر سال دیگه با هم میخوای شب عید با هم صفا کنیم. این سخنان دفعه قبل احمدی نژاد در حضور نمایندگان است که آنها را عصبانی کرد. اما عمر مجلس قبل خرداد ماه به پایان رسید. مجلس جدید از حالا برای حضور احتمالی احمدی نژاد خط و نشان کشیده. طرح سوال از رئیس جمهوری برای او بار حقوقی ندارد. اما نمایندگانی چون موسی ثروتی میگویند اگر احمدی نژاد مثل دفعه قبل پاسخ دهد، طرح عدم کفایت او را مطرح میکنند. یعنی حتی تا عزل احمدی نژاد. زنده بودن مجلس به این است که نشاط و تحرک و حیویت از خود نشان بده. سه دوره است که نمایندگان مجلس ایران با نظارت محسوس آیت الله خامنه ای انتخاب می شوند و بعید به نظر می رسد بدون تمایل رهبر جمهوری اسلامی این نمایندگان تصمیم به عزل احمدی نژاد بگیرند. اما آیت الله خامنه ای و حامیان سابق دولت این روزها از محمود احمدی نژاد شاکی هستند. یک انتقاد از قوه قضاییه اگر شده به من بگید. علی لاریجانی رئیس مجلس آدرس می دهد که یک بار مجلس رئیس جمهوری ایران را عزل کرده. اشاره او به عزل ابوالحسن بریصد در سال 60 است. همزمان احمد توکلی میگوید نمایندگان به جای سوال از رئیس جمهوری به قوه قضاییه شکایت کنند. روشی دیگر برای عزل احمدی نژاد با این تفاوت که به جای حضور و احتمالاً انتقادهای احمدی نژاد در جلسه علنی مجلس، قوه قضاییه پرونده او را بررسی میکند. روشی بی سر و صدا برای عزل یک رئیس جمهوری جنجالی. آرش سیگاچی، صدای آمریکا.